درود به یکی دیگر از سری برنامه های گذار، کاری از شورای مدیریت گذار خوش آمدید. در 60 دقیقه آینده من مرجان نقیه از استودیوی تلویزیون شورای مدیریت گذار با دیگر همکارانم در بخش های مختلف این برنامه با شما هستیم. با ما باشید. حکومت در تمام یک سال گذشته تمامی تلاش خودش رو کرد که به مردم و به دنیا بگه که این انقلاب یک بلوا و فتنه بوده و دست ساخته دشمنان خارجی. آیا اونچه که از روز 25 شهریور ماه تا امروز در ایران اتفاق افتاده بیان کننده کدام واقعیته؟ آن چیزی که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اصرار داره و یا روایت تداوم انقلاب زن زندگی آزادی است؟ امروز با جناب آقای دکتر آرام حسامی و جناب آقای یزدان شهدایی هستیم تا به این پرسش هم پاسخ بدیم که برخورد ایرانیان خارج از کشور و جامعه جهانی با سالگرد انقلاب ژینا چگونه ارزیابی میشه و در واقع رویکرد دولت‌های غربی و افکار جهانی در کدام سو هستند. با ما باشید. سلام عرض میکنم خدمت آقای یزدان شهدایی، سخنگوی دبیرخانه شورای مدیریت گذار و همچنین جناب آقای دکتر آرام حسامی. به برنامه شما و شورا خوش آمدید. من از شما تشکر میکنم خانم نقیه به خاطر دعوتی که کردین و خوشحالم که بعد از مدت ها مجدداً در کنار شما با بینندگان برنامه شورا و شما صحبت میکنم. خیلی ممنون از دعوتتون، در خدمت. آقای شهدایی، حکومت در تمام یک سال گذشته خب تلاش کرد که به مردم و هم به دنیا بگه که این انقلاب یک بلوا و فتنه بوده و دست ساخته دشمن خارجی. آیا اون چه که از روز 25 شهریور تا کنون در ایران اتفاق افتاده بیان کننده کدوم واقعیته؟ اون چه جمهوری اسلامی ادعا میکنه یا روایت تداوم انقلاب زن زندگی آزادی هست؟ ببینید، همونجوری که خودتون گفتید، نه تنها مردم ایران، نه تنها اپوزیسیون و حاکمیت و حتی افکار عمومی در جهان منتظر این روز بودند که محک بزنند عیار انقلاب زن زندگی آزادی رو. من از دو منظر کوتاه به این قضیه نگاه میکنم. اولا نگاه کنید ببینید حکومت چه کار کرده در سراسر ایران. حکومت تمام ایران رو به یک پادگان تبدیل کرد. حکومت نظامی در حقیقت در تمام شهر ایران به ویژه سقز در حقیقت برپا کرد. آرامستان در حقیقت آیچی رو که محل دفن مهسا ژینا امینی بود با تانک و زره پوش پوشاند و در حقیقت تصویری که مردم از سقلت گزارش میکردن شبیه شیلی بعد از کودتا بود، در حقیقت کودتای پینوشه. بنابراین خود وضعیت شهرها نشون میداد فضایی رو که در حقیقت جمهوری اسلامی از ترس ایجاد کرده بود، به قول عبدالله ناصری رنگین کمان ترس تمام تار و پود جمهوری اسلامی رو پوشونده بود. این فضا خودش نشانی از حقانیت و در حقیقت پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی داره. گذشته از اون من میتونم به نشانهای دیگه بگم. ما در میدانهای مختلفی مثل شهرک اکباتان، مثل رشت، مثل عراق، مثل شهرهای مختلفی علارغم این در حقیقت واقعا نظم پادگانی، جوانا دسته دسته گروه گروه پراکنده اومدن بیرون شعار دادن و بعد در حقیقت در آخر شب روز شنبه شب غروب هم سطح‌های آشغال آتیش زدن در جایی از کردستان که آتش برپا کردن. نگاه کنید در زندان اوین که قاعدتاً باید در اختیار کامل در حقیقت حکومت باشه، از روز 23 7 زن شروع کردن تحصن کردن. از روز 5 5 مرد به اونها اضافه شدن، آقای تازداده، در حقیقت سعید مدنی و غیره. و بعد از اون در حقیقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، در حقیقت دانشجویان نخبه ایرانی، باز در زندان به اعتصاب پیوستند. از درون زندان، از جایی که قاعدتا باید محل اقتدار حکومت باشه، با انقلاب همراهی کردند. بیانیه‌های مختلفی اومده بود بیرون. پارلمان اروپا و به هر حال جامعه جهانی با این قضیه همراهی کرد.
به همین خاطر میخوام بگم واقعا فضا فضایی بود که نشون داد که قدرت انقلاب چیه. من کوتاه چند تا مؤلفه رو اینجا برمیشمارم و بعد سعی میکنم فرصت رو در اختیار آقای سامی عزیز بذارم. ببینید، کاری که انقلاب زن زندگی در این یک سال گذشته انجام داد نشون داد که روایت کلان حکومت رو، جمهوری اسلامی رو از روش برده. مهمترین مسئله یک حکومت اینه که در ذهن انسان ها مهمترین میدان روایت حکومت هاست. اگر شما انقلاب اسلامی یا اسلام سیاسی در ذهن مردم ایران جاری بود هنوز و مردم باش بودن، قاعدتا بایستی پایگاه اجتماعی شو از دست نمیداد، مشروعیت رو حفظ میکرد. ولی امروز ما میدونیم که ذهن مردم در حقیقت از این 84 میلیون نفر ایرانی، من نمیدونم چند درصد، ولی اکثریت مردم ایران در حقیقت به جای گفتمان انقلاب اسلامی نهال زن زندگی آزادی رو کاشتن، نهالی که مدام بالنده تر میشه و بزرگتر میشه. بنابراین کاری که این انقلاب تونست بکنه، توانست گفتمان اصلی این حکومت رو کلان ازش بگیره. دومین مسئله زنان ایرانه. زنان ایران شدن منبع الهام برای جامعه جهانی، نه تنها زنان خودمون و زنان خاورمیانه. جنبش سکولاریسم بیشترین جنبش رو شما در زنان میبینید. در همین روزهای 25 شهریور در تمام شهرها که حکومت نظامی بود میدیدی که دختران شجاع ما با روسری و بدون روسری از مقابل اونها رد میشن، چون اسلام سیاسی یکی از مشخصهای اصلیش زن ستیزی بوده. قدرت زنان ما به این قدرت تونسته خیابونها رو که حکومت از کنترلش خارج شده تبدیل بکنه به میدان امتناع، و این امتناعش رو هر روز نشون میده. بحث دیگه ای که بسیار مهمه که میخوام بهش اشاره بکنم، ببینید، ما رنسانس ایرانی که اتفاق افتاده، انقلاب زن زندگی آزادی تونست در حقیقت، اگر به قول شارخ مسکوب، نه تنها 200 سال سکوت بلکه در حقیقت 1400 سال سکوت رو بشکنه بر علیه اسلام سیاسی و با حکومت دین مداران. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم دیاسپورای ایرانیه. ما 8 میلیون ایرانی در خارج کشور داریم که انقلاب جینا تونست اینها رو به ایران وصل بکنه دوباره. ما در سال 96 این پدیده رو نداشتیم، در آبان 98 این پدیده رو نداشتیم، ولی 1401 ایرانیای تمام دنیا دوباره پیوند کردن با داخل کشور و این حس مشترک ملی و همسرنوشتی خودشون رو با مردم ایران اعلام کردن. آقای دکتر، آیا موردی هست که بخواید به صحبت آقای شاهدایی اضافه کنید؟ من فقط میخوام یه چیز اضافه کنم که خارج از مسئله به اصطلاح حب و بغضی به عنوان یک آکادمیشن، شما وقتی به جنبش ژینان نگاه میکنید ماهیتش فرق میکنه با تمام اتفاقاتی که در 44-5 سال گذشته اتفاق افتاده، و این تداومش کاملا طبیعی و خودجوش بوده. بنابراین من میخوام اینو بگم در واقع که کاملا موافقم با صحبت‌های ازان، نه تنها یک اتحادی در خارج از کشور بلکه یک اتحادی بین جامعه بین المللی و فعالان اجتماعی و سلبریتی های خارج از کشور، منظورم غیر ایرانی هاست، به وجود آورده، و این خودش بسیار بسیار بسزاست. بعدم اگر وقت شد من صحبت میکنم راجع به آی دکتر، اجازه بدیم که من در واقع پرسش دوم رو از شما بپرسم. برخورد ایرانیان خارج از کشور و جامعه جهانی با سالگرد انقلاب ژینا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ رویکرد دولت‌های غربی و افکار عمومی رو لطفاً برای بیننده‌های برنامه شما و شورا توضیح بدیم. جنبش ژینا مهسا امینی از یک سال پیش تا امروز هم در رادار و هم زیر ذره‌بین تمام کشورها و عناصر خارجی، یعنی وقتی میگم عناصر، نه تنها کشورها، منظورم آی جی او اس و ان جی او، منظورم جامعه مدنیه، جامعه اقتصادیه. مسئله اینه که برخلاف جنبش سبز، برخلاف جنبش اصلاحات، برخلاف تمام اتفاقایی که در 45 سال گذشته افتاده، این مسئله نه جناحی بود نه مسئله درون نظامی بود، یعنی اختلاف بین احزاب و حالا ایدئولوژی های متفاوت نبود. باعث شد تمام کشورهای دنیا، کشورهای متمدن، مترقی، دموکراتیک دنیا در واقع شروع کنن این مسئله رو زیر ذره بین بذارن و بررسی کنن، و در ضمن توی رادارشون باشه که یه اتفاقی داره در ایران میفته. این مسئله بنزین یا نفت
یا مسئله تورم یا بانک یا فساد مالی نبود، ماهیتش فرق میکنه. یعنی خودجوش مسئله حریم شخصی و عدالت و آزادی مطرح میشه. و از این منظر من میگم که جامعه مدنی بزرگتر، حالا دیاسپورا یه طرف، ولی جامعه بزرگتر، هم آی جی او، هم ان جی او، هم رسانه ها این رو زیر ذره بین گذاشتن که ببینن چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی داره میفته و بعد توی رادارشون هم هست. یعنی شما ببینید 20 کم سابقه است که کنگره آمریکا، سنا هم اینو پس خواهد کرد، کنگره آمریکا با رأی بالای 403 رأی در واقع یک لایحه‌ای به عنوان مهسا ارائه بده و مطمئناً زیر دست پرزیدنت آمریکا خواهد رفت. در آلمان همینجور، در نروژ همینجور، دانمارک همینجور، واشنگتن همینجور. سالگرد جنبش رو دیدید، مردم و دیاسپورا متحدن راجع به این مسئله. بنابراین سوال شما رو من مشخصا جواب بدم، به نظر من نه تنها زیر رادار، در رادار جامعه بین المللی هست، بلکه زیر ذره بین هم هست. ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا این آغاز پایان هست یا آغاز یک جنبشی هست که به طور خودجوش میتونن مردم باش آیدنتیفای کنن، یعنی مردم این رو بشناسن و مردم حتی غیر ایرانی که ببینن ظلم و بیداد در مورد یک مسئله. مسئله ببینید فقط پوشش نیز، عرض کردم حریم شخصی و حریم خصوصی در مقابل حکومت مذهبی که چیزی به عنوان حریم شخصی نمیشناسه و بعد چجوری رفتار میکنه، یعنی چجوری مطالبات مردم و پاسخ گوست. این است که مسئله رو برای جامعه بین المللی و افراد آزادی خواه و دموکرات بسیار گسترده، بزرگ و قابل ملاحظه میکنه. آیا شاید این موردی هست که بخواید در فرصت باقی مونده اضافه کنین؟ ببینید درست میگن ایشون، ما شاید بعد از جنبش ویتنام یا جنبش 1968 جنبشی نداشتیم که در این ابعاد بتونه افکار جهانی و افکار عمومی رو به خودش مشغول بکنه و امروز ژینا یا مهسا یا جنبش زنان ایران یک پدیده جهانی شدن. و همینجوری که به درستی گفتن، این جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش صرف سیاسی نیست، بل بر سر تحولات اجتماعی اتفاق افتاده، آزادی های اساسی منظورشه. منتها شهروندان ایرانی شاید یک سوال رو چیزی رو متوجه نمیشن، اونم این مسئله است که با توجه به این توجه جامعه جهانی به معنای جامعه مدنی و چرا دولت آمریکا به عنوان سیاست در حقیقت با جمهوری اسلامی وارد صحبت میشه و به این مسئله بی‌توجهی میکنه. این سوالی که اغلب در حقیقت بینندگان برنامه میپرسن و سوال شهروندان هم هست، از دست آقای بایدن خیلی ناراحت هستن و به همینجا فرصت مناسبی که من اینو از آرام عزیز بپرسم که در این زمینه هم به عنوان متخصص مسئله بین الملل توضیح رو به بینندگان بدن. ببینید مسئله دیپلماسی و متدهای دیپلماتیک فرق میکنه و بعضی موقع الان میبینید راجع به سیاست کلان و خرد صحبت میکنیم، مسائل در واقع امنیتی، مثلا مسائل موشکی و اتمی و مسائل اقتصادی رو اون ما میگیم که در واقع سیاست های کلان. متاسفانه مسائل مثلا محیط زیستی، بهداشتی یا مسائل حقوق بشری مسائل جزء مسائل خرد، یعنی سیاست های خرد محسوب میشن. من بر این باورم که مسئولیت سیاستمداری در هر کشور یا رئیس جمهور اینه که مسئولیتش در حقیقت مسئولیتی که داره و قسم خورده که آمریکا و قوانین آمریکا رو پاسداری کنه، یعنی منافع ملی رو اون رژیم، اون دولت تعیین میکنه. در این مقطع زمانی من اینجوری میبینم که مسئله موشکی و مسئله اتم ایران مسئله حقوق بشری هم هست و مثلا معامله زندانیان دو تا ترک متفاوت داره. من بارها گفتم شما با دوستاتون مشورت میکنید، با دوستاتون تفاهم دارید، با دوستاتون همدلی میکنید، این با دشمناتون هست که دیپلماسی و مذاکره و به اصطلاح داد و ستد میکنید. من اینو در حالت دیپلماتیک میبینم و دیپلماسی میبینم. فراموش نکنید این تحریما رو کی گذاشته، این تحریما چجوری اومده، این تحریما اونایی که حقوق بشری سر جاش هست، هنوز این تحریما هم سر جاش هست. مسئله مبادله زندانیان رو من کاملا جدا میبینم از این مسئله. سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان، جناب آقای یزدان شهدایی و آقای دکتر آرام حسامی.
من سپاسگزارم از شما خانم نقیه و همچنین آقای حسامی که در برنامه ما شرکت کردن. این بحث جالب و شیرین رو امیدوارم بتونیم با آقای حسامی ادامه بدیم در آینده. خیلی ممنون از دعوتتون یزدان جان. ارادت روزتون بخیر. سپاسگزارم. درود، درود بر شما دوستان و همراهان عزیز و همیشگی رادار. با یک قسمت دیگه از این برنامه در خدمت شما هستیم. به چهارمین ویژه برنامه رادار به مناسبت سالگرد آغاز انقلاب جینا مهسا امینی رسیدیم. در هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در کشور افتاد. از اعتراض‌های جسته گریخته در شهرها و استان‌های مختلف کشور مثل کردستان و سیستان و بلوچستان و شیراز و کرج تا حضور ستاره‌های نامدار فوتبال دنیا مثل کریستیانو رونالدو و سادیو مانه در قالب یک تیم عربستانی در ایران. جمهوری اسلامی از طرفی میدونه نمیتونه و نتونسته خواستهای به حق مردم ایران رو نادیده بگیره و این مردم از حق و حقوق خودشون کوتاه نمیان و از هر فرصتی برای احقاق این حقوق استفاده میکنن. از سوی دیگه فشار اقتصادی و منزوی شدن جمهوری اسلامی باعث شده تا سران حکومت که تا دیروز میخواستن بر پرچم سبز عربستان نقش بزنن، امروز با تابلوهای اهلن و سهلن به استقبال این تیم عربی برن و تلاش کنن روابطشون رو با عربستان بهبود ببخشن. همزمان در شمال غرب ایران اما تنش بین جمهوری اسلامی و آذربایجان هر روز داره پررنگ‌تر میشه و خطرناک‌تر. آینده جمهوری اسلامی به کدوم سمت میره؟ آیا گرفتن 6 میلیارد دلار و بهبود روابط با کشورهای همسایه میتونه آینده اونها رو تضمین کنه؟ یا مردم ایران میتونن بالاخره این نظام غیر دموکراتیک رو کنار بزنن؟ از اپوزیسیون چه خبر؟ مردم ایران چقدر میتونن به اپوزیسیون امیدوار باشن؟ آیا واقعا امکان اجماع برای انتخاب یک رهبر و راهبر برای گذار از جمهوری اسلامی میسر و ممکن هست؟ اینها و بیشتر از اینها رو به کارشناسان محترم برنامه آقایان یزدان شهدایی سخنگوی شورای گذار و دکتر محسن سازگارا رئیس کارگروه مقاومت مدنی شورای گذار در میون خواهیم گذاشت. به هر دو عزیز سلام و خیر مقدم میگم. آقای شهدایی، بعد از 25 شهریور خیلی تماس داشتیم، خیلی از مردم تو کوی برزن از ما هم خیلی این سوال رو میپرسن و نگران هستن که آیا انقلاب مهسا تموم شده؟ اینکه مردم به خیابان کمتر اومدن، اینکه خیابان در کنترل مردم نیست و البته در کنترل حاکمیت هم نیست، باعث نگرانی مردم شده. آیا ما مردم میدان رو از دست دادیم و حکومت برنده شده؟ بفهمید. سلام میکنم به شما و به مهمان محترمتون آقای سازگارا. با این گزارهایی که شما در مقدمه صحبتتون گفتید و سوالات جالبی مطرح شده میگذرن و به سرعت میرن سوال مشخصی که کردید. نه، بدون تردید ما نه انقلاب مهسا تموم شده و نه ما میدون رو از دست دادیم. انقلاب تازه آغاز شده و میدانهای جدید رو در اختیار ما گذاشته که خیلی بیشتر از حاکمیته. در برنامه قبلی من گفتم، کوتاه اشاره بکنم که تعبیری رو از میدان مطرح کردم که به مکانهای مختلفی میگن و خیابون هم فقط یکی از اون میدان هست و جاییست که وسیع‌ترین مشارکت عمومی مردم در اون شکل میگیره، یک آدرس عمومی است. میدان از ذهن ما شروع میشه و به خیابان به عنوان آخرین میدان منتهی میشه. مهمترین کاری که این انقلاب زن زندگی آزادی کرده اتفاقا ذهنهای 84 میلیون ایرانی رو از جمهوری اسلامی گرفته. ذهن میدانی است که در آنجا گفتمان حکومت کاشته میشه. شهروندان تا زمانی که ذهنشون در اختیار گفتمان حکومت باشه به آن حاکمیت معتقدن. پایگاه اجتماعی اون حاکمیت میشن و میگن اون حاکمیت مشروعیت داره. انقلاب زن زندگی آزادی گفتمان اسلام سیاسی رو گرفت و به جاش در ذهن مردم نهال گفتمان زن زندگی آزادی رو کاشته.
نهادی که هر روز بالنده تر میشه و تمام میدان های مختلفی رو که در اختیار جمهوری اسلامی بوده داره میگیره، یک دگرگیسی در جامعه ایجاد کرده. من این سوال رو از خود شهروندان، از خود شنوندگان میپرسم، از این 84 میلیون چند نفرشون ذهنشون با جمهوری اسلامیه؟ نه تنها مردم، بلکه باورمندان و معتقدان به این انقلاب اسلامی هم مثل آقای موسوی ها، تازاده ها یا نصیری ها از همون میدان خود حکومت خارج شدن و به میدان این انقلاب پیوستن. برای فهم این مسئله یک مثال خیلی ساده میزنم. بریم سراغ زندان اوین. زندان اوین میدان کیست؟ زندان ها میدان حاکمیت هستن دیگه. میدانی هستن که در اونجا شهروندان یک جامعه رو به خاطر اینکه مخالفش هستن در حقیقت به حبس، به قل و زنجیر میکشه. در زندان اوین چه اتفاقی افتاده در این فاصله همین چند روز قبل از انقلاب زن زندگی، سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی؟ نگاه کنید، ما 7 زن رو در زندان، از 7 زن نامدار رو مثل نرگس محمدی و سپیده قلیان و دیگران، بعد به خانم هدایت، اینها دست دادن به یک تحصن به مناسبت بزرگداشت 25 شهریور. 5 زندانی مرد دیگر هم مثل آقای تازاده و بعد سعید مدنی و غیره هم همین کار کردن. و گذشته از اون جوانانی مثل علی یونسی و امیر حسین مرادی این کار کردن. 5 زن از زنان زندانی نامه نوشتن مستقیم به لوموند و چاپ کرد. یعنی میدان زندگی اوین رو این زنان و مردان به خاطر حمایت و در واقع پاسداشت انقلاب زن زندگی آزادی از دست حکومت در آوردن. بنابراین شجاعت از هر میدانی فریاد میکشید. مگه ما صدای شعارهای شبانه رو از مجتمع اکباتان نشنیدیم؟ مجتمع اکباتان یک میدان است که در حقیقت حکومت نتونست کاری بکنه. عراق، رشت، سنندج و غیره، جمهوری اسلامی یک حکومت پادگانی برقرار کرد از ترس. در کردستان، در شهر سرخس که زادگاه در حقیقت جینا بود، جینا مهسا امینی بود، از کودتای شیری هم بدتر شده بود. در حقیقت گورستان آیچی رو محاصره کرده بودن با تانک. یعنی به شهروندان جمهوری اسلامی، به شهروندان ایران، در این شهروندان ایران در این اعلام جنگ کرده بود. دنیا این رو فراموش نخواهد کرد. دنیا با حکومتی که ما در جهانی زندگی میکنیم که 190 کشور عضو سازمان ملل هستند و اینا فراموش نخواهند کرد که جمهوری اسلامی علیه شهروندان خودش کودتا کرده. بنابراین میخوام بگم که اتفاقا خیابون هم که حوزه عمومی و اقتدار و مشروعیت نظامه دیگه در دستش نیست، بلکه به زور اسلحه از اونها مراقبت میکنه. ولی به قول نرگس محمدی، خیابون میدانی شده برای بی‌اعتنایی شهروندان و زنان ایران به حکومت جمهوری اسلامی. ما در 70 شهر دنیا در خارج از ایران دیاسپورا رفت بیرون، تمام خیابون‌های کشورهای دنیا رو در حقیقت به انقلاب جینا اختصاص دادن. ما این در حقیقت پدیده رو در 96 و در 98 نداشتیم. یعنی انقلاب زن زندگی آزادی باعث شد که تبدیل بشه خیابون‌های کشورهای دنیا به میدانی برای روایت‌های جینا، موسیقی انقلابی جینا، نمایش‌های خیابونی در روز 25 شهریور همه جای جهان رو پر کرده بود. به قول عبدالله ناصری جمله جالبی گفته بود که با اون تموم می‌کنم: رنگین کمان ترس در حقیقت تنها جاییه که جمهوری اسلامی تونستون رو در حقیقت میدان خودش بکنه، بقیه میدان از دستش در اومده. نگران نباشیم، انقلاب تازه آزاد شده و همه میدان ها رو آرام آرام شهروندان ایران از جمهوری اسلامی پس خواهند گرفت. ممنونم آقای شهدایی. آقای سازگارا، یه طرف ما در واقع میدان رو داریم، از طرف دیگه رهبری رو داریم. ما در برنامه قبل شما در خصوص رهبری و راهبری و دلایل نیاز به رهبری صحبت کردیم، از خصوصیات رهبر گفتین. البته بحث هفته پیش کلی بود، کلیات بود، و قرار شد این هفته بیشتر به مصادیق دلایل نیاز به رهبری و خصوصیات رهبر صحبت کنیم. در خدمت شما هستیم آقای سازگارا. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما میثم جان، خدمت آقای شهدایی و همه بینندگان عزیز. بله، ببینید، اینطور صحبت کردیم که اولا جنبش‌های مدنی، مقاومت مدنی نیازمند راهبری است، برای اینکه در نهایت با اصل عدد پیروز میشه. میلیون ها نفر از مردم به میدون میان که در اون مراحل قطعاً
باید جایی، جریانی، کسانی، اشخاصی، سازمانهای، افرادی باشن که مردم بهشون اعتماد کنن و حرفشون رو گوش کنن. بنابراین نیازمند راهبریست برای برنامه ریزی، تاکتیک ها، کمپین ها و تنوعاتی که به ماجرا بده. و بعدم صحبت کردیم از این که کس یا کسان، سازمان ها، افراد، چه مخفی باشند چه علنی، همه جورش در دنیا بوده، وقتی می توانند این نقش رو بازی کنند که دست کم سه شرط حداقلی داشته باشند، یک سوء پیشینه نداشته باشند، بتونن مورد اعتماد مردم واقع شن، دو دورنمای آینده ای رو بتونن ترسیم کنن که مقبول مردم باشه، دورنمایی که بدونن بعد از رفتن حکومت قابل اجراست و مستقر میشه، و سوم از هر دو اینا مهمتر برنامه ریزی و برنامه استراتژیکی که مردم بدونن با اون میتونن از این رودخونه خروشان ردشن، برسن به اون طرف که اون دورنمای آینده است. رهبری هم همینجا بگم به خودخوانده نیست، من صبحیان بگم من رهبرم یا اون یکی بگه و یک شب هم اتفاق نمیفته، یک پروسه است. در همه جنبش ها کسانی که رسیدن به مراحلی که حالا میلیون ها نفر حرفشون رو گوش میکردن در یه پروسه ای، در یه جریانی امتحان پس دادن. مردم یک شبه به هیچ کس، به هیچ جریانی اعتماد نمی کنن. اما این برنامه ریزی هم در واقع توی خلق و آسمون انجام نمیشه، در تعامل با مردم میشه و در عمل در واقع به تدریج. فرض کنید مثلا در شیلی ائتلافی از اتحادیه کارگری، سازمانهای حقوق بشری و کلیسا این نقش رو ایفا کردن، همه جورش میتونم اسم بیارم، در جریان عمل به تدریج ایفای نقش راهبری وقتی صورت میگیره، جاذبه لازم، گراویتی لازم در اون جریان ایجاد میشه که دست کم چند سورس و منبع قدرت رو بتونه نزد خودش متراکم کنه. این سورس ها گذرا بگم رسانه است، جامعه بین الملل، نیروهای درون حکومت که ریزش میکنن، و از همه مهمتر مردم و سازماندهی و آموزش درون فعالینه که تعامل داشته باشن. میبینید که به خصوص هر چهارتای اینا که بخواد متراکم شه در یه جایی که به تدریج اون گراویتی و جاذبه لازم رو برای راهبری پیدا بکنه، یه پروسه است. نه جامعه بین‌الملل یک شبه به کسی اقبال میکنه. جامعه بین‌الملل که میگم دولت ها فقط نیستن، انجو ها هستن، سازمان های غیر دولتی هستن، احزاب هستن، سلبریتی ها هستن، رسانه های بین‌المللی هستن، نه رسانه های داخلی و خارجی یک شبه سراغ کسی میرن، نه اونهایی که از حکومت میخوان جداشن اگر قدرتی جای متراکم نباشه میرن میان ریزش میکنن برن، و نه مردم یک شبه اعتماد میکنن. در یک تعامل و گام به گامه که نفاق میفته. حالا با این فرض اجازه بدید من حمله به دو تا مصداق بکنم. دقیقا همین مصداق خیلی مهمه های سازگارا، برای اینکه جای گله هم نباشه با اجازتون از دو سر طیف انتخاب میکنم. یک طرف آقای موسوی رو انتخاب میکنم، یک طرف آقای پهلوی رو انتخاب میکنم که ببینیم اگر بخوایم بذاریم با عنوان فرد، سازمان و جریان و کاری ندارم، بذاریم در ترازو بگیم آیا میتونن این نقش رو بازی کنن یا بازی کردن. برگردم با آقای موسوی در جنبش سبز. آقای موسوی از اون سه شرطی که لازم بود، اگرچه به دلیل انتخابات در جای قرار گرفته بود که در رهبری جنبش سبز قرار داشت، ولی دو تا اشکال پیدا کرد. پیشینش خوب بود، یعنی آدمی نبود نه دزد باشه نه چیز باشه، امتحان پس داده بود با ما نخست وزیر، میشد بهش اعتماد کرد. ولی اشکال اول تو اون دورنمای آینده بود. موسوی نتوانست از امام راحل در جنبش سبز جدا شه، اون دورنما چنگی به دل نمیزد
برای مردم. الان عوض کرده حرفش رو موسوی، به حق هم میگه حالا باید جمهوری اسلامی بره ما رفراندوم بذاریم کلن زیر و زبر شه. بنابراین این تیکش اشکال داشت. دوم، تو اون راهبری مردم، برنامه ریزی جنبش فقط به یه تاکتیک چسبید. تنها تاکتیکی که آقای موسوی به کار برد در برنامه مبارزاتی رفتن توی خیابون، اعتراض خیابانی در روزهای رژیم بود که از یه جایی به بعدم رژیم خب خجالت رو گذاشت کنار، گفت روز منه که باشه، سرکوب میکنم نمیذارم. اون تنوع و برنامه ریزی استراتژیک که لازم بود نکرد، اگرچه سازمان مناسبی شاید داشت، یعنی جامعه مدنی که از جنبش اصلاحات به جا مونده بود مثل یه وهیکل، مثل یه وسیله نقلیه در اختیار جنبش سبز بود، ولی تعامل لازم شد. بیام سراغ آقای پهلوی. ببینید آقای پهلوی، فرض کنیم سوء پیشینه، یعنی اون شرط اول رو داره، خدایش ندیدیم سوء پیشینه ای داشته باشه، حالا بعضیا به پدرش فهم میکنن، به پدر بزرگش، اون به او ربطی نداره. دورنمای آینده ای هم که میده اگرچه کانتروورشیال، بحث انگیز، خیلی ها قبول ندارن و مطلوب نمیبینن برگشتن به روزگار آریامهر، ولی فرض کنیم مقبول بخشی از جامعه است. اگرچه من خودم این دورنما رو انتقادی دارم، برای اینکه یک انقلاب قرن 21 که زن در محوریتش قرار داره، زن زندگی آزادی هست، نمیشه تحویل کرد به برگشتن به یک تصور ناسیونالیستی مرد سالار فرد محور سلطنتی برای مثلا محمد رضا شاه بگذاریم، ولی فرض کنیم این دورنمای آینده مقبول باشه، حالا در واقع ملت بپسندن، میگن باشه ما حاضریم بریم فداکاری کنیم کشتشیم، مثلا به این دورنما برسیم. آنچه که میتواند ایشون رو بیاره و اعتماد جلب کنه اون برنامه ریزی هست که قبلا هم عرض کردم، هر دو اینا مهمتره. یعنی به خواهش میکنم و من میگم و تو میگم و اینها نیست، باید که پلن داشته باشه، باید لیاقت رهبری رو در عمل نشون بده. این لیاقت از مصاحبه شروع میشه، از ایجاد اتحاد شروع میشه، چون رهبران بزرگ جنبش های مدنی کسانی بودن که مهارت های بزرگ در ایجاد اتحاد داشتن. از تنوعات تاکتیکی، طراحی کمپین ها و آروم آروم در واقع سازماندهی و آموزش مقاومت مدنی در جامعه، اینها به تدریج که حرکت بکنه، اون وقت اون فرد یا اون سازمان یا اون گروه رو در واقع شایسته میکنه که مردم بهش اعتماد کنن، بگن خیلی خوب، حالا ما به صورت میلیونی میاد. اشتباهات تاکتیکی مثل اینکه روزی که میدونی مثلا رژیم تا بن دندون مسلحه و از 50 روز قبل هم همه میدونن این اتفاق بیفته، بیای بگی بریزیم تو خیابون، مثلا میگم، خب نشون میده که درایت مبارزاتی نیست و نمیشناسه میدون عملیات رو، چون شما میدون عملیات رو به قول سنتزو اگر میخوای پیروز شی باید خودتو خوب بشناسی، توانایی تو، توانایی دشمن رو هم خوب بشناسی، و اگر این دوتا رو داشته باشی میتونی در نبرد پیروز شی. یه طرف رو بشناسی، خودتو بشناسی، دشمن رو نشناسی، 50-50 و اگر هر دو رو نشناسی، که متاسفانه خیلی از مخالفین برآورد غلط از هر دو دارن، هم از رژیم هم از توانای خودشون، اون وقت فقط مردم رو و به کشتن میدی، نیرو تو هدر میدی. به صورت به نظرم میشه با این معیارهایی که بر اساس تجربیات بیش از 60 کشور در دانش مقاومت مدنی جمع‌آوری شده، مسئله راهبری رو در ترازو گذاشت و فهمید که چگونه میشه این مشکل رو در
ممنونم آقای سازگارا. قطعا حرف زیاد هست، ما اگر موافقت بکنن مسئولان بتونیم این برنامه رو باز هم داشته باشیم در خصوص رهبری و راهبری و همینطور میدان. خیلی نکات خوبی مطرح شد، خیلی بازخوردهای خوبی گرفتیم، امیدوارم بتونیم این برنامه رو با این شکل و شمایل ادامه بدیم. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. دوستان با ایمیل برنامه در تماس باشید به امید پیروزی مردم ایران. تا برنامه بعد، رادارهاتون روشن. از قیام زن زندگی آزادی گذشت. آیا برای جامعه مردان همراهی ها رو تونسته بر بیانگیزونه؟ و اینکه اگه بخوایم بر اساس چند مؤلفه اصلی بیان کنیم، زن ایرانی امروز چه میخواد؟ امروز با بردیا موسوی، یکی از نویسندگان برنامه برابرانه، با شما هستیم تا به تحلیل این موضوع بپردازیم که گسترش شعار آزادی خواهانه زن زندگی آزادی چیست. با ما باشید. رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. خب یک سال از قیام زن زندگی آزادی گذشت و امروز ما میزبان بردیا موسوی هستیم، در واقع کسی که در 93 برنامه گذشته برابرانه به عنوان یکی از نویسندگان برنامه با ما بود. بردیا عزیز، قبل از هر چیز بهت خوش آمد میگم و سپاسگزارم که وقتت رو به برنامه خودت، برنامه برابرانه دادی. من هم درود عرض میکنم خدمت شما و همه کسانی که برنامه رو میبینن و امیدوارم که دقایق خوبی رو در خدمتون باشم. بعد اجازه بده که ما در واقع با این پرسش شروع کنیم که به نظر تو چه ویژگی های برجسته‌ای باعث شد که اعتراضات سال 1401 تا این اندازه زنانه باشند؟ خب ببینید، ما سابقه و تجربه مبارزات مبتنی بر خیابان رو وقتی مرور میکنیم توی سالهای گذشته و خب تو برهه‌های مختلف این اتفاقات رو ما تو کشورمون داشتیم. اگر بخوام یه خورده قدیمی تر برم، از کوی دانشگاه گرفته تا میایم به اعتراضات سال 88 و بعد از اون اتفاقات خیلی پررنگی که داشتیم، مثل در واقع اعتراضات سال 96، سال 98، ما با یک رویه روبرو بودیم که شما اونجا مشارکت کنندگان در اتفاقات خیابان رو عمدتاً از مردان میبینید، ولی ویژگی خیلی منحصر به فردی رو که ما توی دوره جدید و اعتراضات سال گذشته تجربه کردیم، مشارکت سیاسی گسترده زنهاست. و وقتی هم که راجع به مشارکت سیاسی داریم حرف میزنیم، خب یک عنوان کلیه و فکر میکنم که لازم این رو بازش بکنیم، بیشتر حرف بزنیم که این به چه معناست. یک زمانی هستش که شما یک دولت دموکراتیک توی کشور دارید و در واقع بحث مشارکت سیاسی یک موضوعیه که صرفا مبتنی بر اکتاییه که ممکنه منجر به انتخابات یا هر موضوع دیگهی که توی اون کشور مطرحه باشه، ولی موضوع اینه که توی کشور ما شرایط مبتنی بر یک خاستگاه تبعیض شدت یافته است، یک تبعیض بحرانی علیه زن هاست
که اون رو تبدیل به یک گسل بسیار بسیار بزرگی کرده که جامعه رو دقیقا به دو قسمت در حالت انسانی و غیر انسانیش تقسیم کرده. طبعا وقتی که شما شاهد مشارکت سیاسی میشید توی این برهه، با زنانی مواجه هستید که بسیاری از اونها نوجوانن و مثل شاید پیشینیان خودشون در عین اینکه دارن تجربه اونها رو حمل میکنن، ولی دیگه اون مدارا رو ندارن و حالا این مشارکت سیاسی رو شما در شکل اینکه توی نافرمانی مدنی پیش قدم هستن، توی اینکه تجمعات رو شکل بدن پیش قدم هستن، توی اینکه دست به یک تاکتیک های از پیش طراحی نشده بزنن باز پیش قدم هستن. ما توی این اعتراضات داشتیم مراسم هایی رو داشتیم که توی شهرهای مختلف حلقه هایی شکل میگیره و روسری ها رو آتیش میزدن و خب ما این رو نه کسی اومده بود برنامه‌ریزی کرده بود، نه از قبل براش در واقع طرحی داده شده بود، یا نافرمانی های مدنی مختلفی که توی جای جای شهرهای مختلف شما میدیدید، از اینکه همون عمام پرانیه ها که ویدوهاش میومد بیرون، باز هم میدیدیم که اونجا خیلی از این ویدوها پشت حالا برای حفاظت امنیتی اون زنها در واقع ریکورد میشد، باز میدیدیم زنها هستن که در واقع به نوعی دارن این ماجرا رو جلو میبرن. خب این رو تو نتایجش رو هم که باز میریم نگاه میکنیم، از تعداد بازداشتی ها، از کسانی که کشته شدن، از کسانی که به هر حال به نوعی مجروح شدن، میبینیم که این توازن داره به نوعی خودش رو به اون مردانی که از قبل مشارکت داشتن رسونده و به این علته که داره خودش رو به یک شکلی به عنوان یک چهره زنانه مبتنی بر مانیفستی هم که داره زن زندگی آزادی داره به جامعه در واقع نشون میده و این رو میخواد که جاری باشه تو اون جامعه. ممنونم. قبل از اینکه برسیم به اینکه من در واقع تحلیلت رو از گسترش شعار آزادی خواهانه زن زندگی آزادی بدونم، با توجه به موردی که اشاره کردی دلم میخواد اول این پرسش رو داشته باشم که آیا برای جامعه مردان همراهی ها رو تونست به همراه بیاره؟ این یه نکته خیلی جالبیه من خدمت شما عرض بکنم. ببینید اون روزهای اولی که در واقع اعتراضات تو ایران شکل گرفته بود، من یادم هستش که خیلی از نشریات خارجی وقتی می نوشتن راجع به اعتراضات ایران، به یک مورد خیلی به خصوصی اشاره می کردن، می گفتن که خاورمیانه یه جاییه که اگر اعتراضی داره صورت می گیره معمولا زنها در واقع تو حاشیه اون ماجران و به خصوص در موارد مربوط به شریعت یا موضوعاتی که اسلامیه، شما اونجا نقطه قرمز مردان اون جامعه است تو خاورمیانه. و براشون خیلی عجیب بود که ما با مردانی روبرو هستیم که اومده کنار پارتنر خودش، کنار دوست دختر خودش، کنار همسر خودش ایستاده و داره اون روسری رو آتیش میزنه. شما این صحنه رو توی هیچ کشور دیگه ای عملا نمیتونی ببینی. منظورم کشور دیگه، کشورهای منطقه خودمونه. این شاید یک شروع باشه، به تنهایی شاید عاملی نباشه که ما الان بگیم خیلی بابتش مغرور باشیم، بگیم حالا به عنوان مرد مثلا یه کار خیلی بزرگی انجام دادیم، نه. ولی یک نقطه ایه که در کنار در واقع گسترش روزافزون این که آدم ها به دنبال معنایابی هستن برای مفاهیمی که تازه داره سر برمیاره، ما یک زمانی بود که این رو جامعه مردان ما اساسا باش آشنایی نداشت، این که در کنار یک انسان داره زندگی میکنه و اون انسان هم مثل خودش صاحب یک حقیه و باید اگر قراره که نجات پیدا بکنه، این نجاتش در گرو زن مقابلشه. شاید خیلی چیزا الان برای جامعه مردان چه نوجوان چه جوان تازگی داشته باشه، ولی طبعا فکر میکنم به همون اندازه که زنها به حضورشون ادامه بدن، مردها هم چاره‌ای جز این ندارن که با این وضعیت تازه یا یک همراهی در واقع پشتیبانی کننده داشته باشن، یا به نوعی
تحت شعاعش قرار بگیرن. کسی طبعا انتظار نداره جامعه به این زودی ها به اون سمت برابری بره، ولی میدونم که نشانه هاش که قدم های بزرگ و مثبت برداشته بشه توی این جامعه الان داره دیده میشه. به موارد خیلی خوبی اشاره کردی بردیا جان، برای همین میخوام قبل از اینکه پرسش در واقع اصلی رو ازت بپرسم، اجازه بخوام که در واقع با این پرسش ادامه بدم که در واقع بی نظر تو اگه بخوایم بر اساس چند مؤلفه اصلی بیان بکنیم، زن ایرانی امروز چی میخواد؟ شاید بخوام خیلی پررنگترین موضوع رو بگم، من حالا همه جا وقتی راجع به این موضوعات حرف میزنم همیشه میگم که خب اینجا جایی نیست یه مرد بیاد دربارش نظر بده، ما یه جورایی باید پشت ماجرا بیستیم و به نوعی فقط شنونده باشیم در خیلی از جاها، ولی خب دست کم این رو باید هر مردی وقتی این کار رو میکنه اعلام کنه که من تو جایگاه تو نه توصیه کنندم نه تو جایگاهی هم که قراره که خط مشی برای زنان اون جامعه مشخص بکنم. حالا با گفتن این بخش برم، اگر بخوام حرفم رو بزنم و عقیده و باور خودم رو بگم، من نظرم اینه که چیزی بالاتر از حق بدن در یک جامعه وجود نداره. یعنی شاید یکی از مسلمترین، یکی از بدیهی ترین حقوقی که توی یک جامعه میتونه به ثبات در واقع روانی اون جامعه کمک بکنه برای همه در واقع افراد دیگری که هستن، از حق بدن شروع میشه که شما در واقع نشانه اون رو توی همین اعتراضات برای حجاب دارید میبینید. حالا من حق بدن رو توی حالت پایه‌ای دارم مطرح میکنم، ولی شما اگه بخواید این رو مبنا قرار بدین، بخواید به مباحث دیگه فکر بکنید، تا کسی حق در واقع مالکیت بدن خودش رو نداشته باشه نمیتونه تو اون جامعه مشارکت اقتصادی داشته باشه. جامعه آینده یک جامعه باید باشه که زنها دقیقا در کنار مردها بتونن به همون اندازه که یک مرد از حقوق برابر برخورداره، این حقوق برابر رو توی مشارکت اقتصادی تجربه بکنه و مکانیزم های اقتصادی و قانونی طوری طراحی بشن که این امکان ورود زنان رو فراهم کنه. میدونی ما الان جامعهمون یک جامعه، شما با 20 میلیون شاغل مرد مواجهی، یه حدود شاید 4 میلیون هم شاغل زن داشته باشیم، و بعد شما یه ساختار آموزشی دارین که آمارهاش آمارهای جالب و مثلا مثبتیه، ولی خب امر آموزش رو برای زنان تبدیل کرده به یه موضوع تشریفاتی. یعنی زنی که میره دانشگاه آموزش میبینه، در عین حال و در ادامش این حق رو نداره که از اون دانش خودش در عرصه اقتصادی استفاده کنه، و عملا شما میبینید که شانسی که یک مرد و یک زن همین الان تو اون جامعه دارن یک حالت شانس 4 به 1، یعنی 4 برابر شانس یک مرد بیشتره برای اینکه یک فرصت شغلی رو با همون جایگاه تخصصی از نسبت به یک زن داشته باشه. مسئله دیگه که وجود داره بحث مشارکت سیاسی توی معنای مدرنشه، اینکه شما وقتی صاحب نهادهای در واقع سیاسی میشید، نهاد قوه مجریه خواهید داشت در آینده، نهاد قضایی خواهید داشت، نهادهای قانونگذار خواهید داشت، اینکه چقدر از زنها توی اون نهادها مشارکت داده بشن، من فکر میکنم این هم یکی از اون کلیدی ترین خواسته هاست که به نوعی مشخص میکنه که ادامه زندگی اون زنها بر چه رویه خواهد بود. من چند وقت پیش میدیدم، خب اوضاع عراق رو نگاه میکردم، خب ما خوبه مثال های تطبیقی که میزنیم با منطقه خودمون باشه، یه وقتی ما میریم مثلا تو اروپا و امریکا مقایسه انجام میدیم، ولی وقتی شما همین عراق رو که نگاه میکنید میبینید با یه وضعیتی مواجه هستین که اون نهادهای سیاسی مبتنی بر ساخت یک دموکراسی وقتی شکل نمیگیره، وضعیت رو میبره به سمتی که همین الان مثلا شما توی عراق، فکر میکنم ماه گذشته این قانون اجرایی شده، اصلا تصویب شده، که شما مثلا حتی حق ندارید به کسی که در واقع گرایش جنسی به جنس موافق خودش داره اون رو تحت عنوان مثلا همجنسگرا خطاب بکنه، باید حتما از لغت مثلا دارای انحراف جنسی استفاده بکنه، و این خب ناشی از اینه که اون پایه‌های
مبتنی بر ساخت یک دموکراسی توی اون جامعه گذاشته نشده. هر چقدر ما مصمم باشیم روی اینکه اون دولت دموکراتیکی که در آینده شکل خواهد گرفت، فارغ از اینکه میخواد چه نوع فرمی رو با خودش دنبال بکنه، باید مبتنی بر این در نظر گرفتن این موارد ضد تبعیض و تلاش در جهتش باشه. و به همین خاطره که به سکولار بودنش توی در واقع پایه‌گذاری یک دموکراسی اشاره میشه، چون تو عراق هم دقیقاً این ماجراست که مذهبه که داره تأثیر خودش رو روی سیاست میذاره و نماینده، یعنی شما یک مجلسی دارید که بیش از هر زمان دیگری نماینده زن توش حضور داره، ولی در این حال داره قوانین ضد زن تصویب میکنه. این دقیقاً اون رویه‌ایه که وقتی مرزی بین حضور دین و سیاست وجود نداره و اینها از هم تفکیک نشدن، ما شاهد این موضوع هستیم. بدیعی عزیز، تحلیل تو از گسترش شعار آزادی خواهانه زن زندگی آزادی چی هست؟ ببین، تکامل جنبش ها توی خب الان از یک سال 12 ماهی که ما روز به روزش رو شاید با رنج و درد زندگی کردیم، به نوعی مردم ایران خیلی شدیدتر این رو تجربه کردن، به ما این موضوع رو یادآوری کرده که ما برای حرکت کردن و طی کردن این مسیر گذاری که توش هستیم نیازمند شکل دادن یک همبستگی هستیم، حالا به هر شکلی. ممکنه تجربه های ناموفقی رو از سر بگذرونیم، ولی نهایتاً چاره‌ای جز این نداریم که برای بحث در واقع دموکراتیک سازی از قسمت مشروعیت سازی شروع بکنیم. حالا توی انجام این کار سیاسی، وقتی اگر شما دقت بکنید، دیگه کسی نمیتونه بیاد توی این فضای سیاسی بره سازمانی تشکیل بده، بره در واقع گروهی تشکیل بده و نسبت به مانیفست زن زندگی آزادی که طی این 12 ماه گذشته مطرح شده بیاد خودش رو بی‌تفاوت نشون بده. هر گروهی هم طی روزهای آینده، ماهای آینده اگر بخواد که موفقیتی داشته باشه، چاره‌ای جز این نداره که خودش رو با وضعیت اجتماعی و روشنگرانه جدیدی که پیش اومده تطبیق بده. من این رو اینطور به فال نیک میگیرم که اگر کسی بخواد سازمان تازه تأسیس بکنه، چاره ای نداره که در جهت مانیفست زن زندگی آزادی حرکت بکنه، حتی اگر خوشش هم نیاد. خب این به طور شاید بگم حالا سیستماتیک خیلی زوده چون یک تعریف ویژه‌ای داره، ولی به طور ساختارمند بگیم شاید خیلی علمی تر باشه. به طور ساختارمند در واقع این جامعه ایرانی رو، کالکتیب های مختلفی که وجود دارن رو به نوعی پوش میده، هول میده به سمت این که حامی این موضوع باشن. این خیلی موضوع کلیدیه. یعنی شما میخوای کار سیاسی موفق انجام بدی، باید به اون شعار ارجاع بدی. الان میبینی مثلا فعالین سیاسی، حقوق بشری، هر جا میخوان حتی تو صحنه خارجی کاری رو پیش ببرن، اول به این شعار اشاره میکنن و یک دلیلی داره، به خاطر اینکه اونها ما رو با همین دارن تایید میکنن. جامعه زنان ما رو با این شعار تایید میکنه و بر اساس اعمالی که انجام میدیم، استراتژی هایی که جاری میکنیم، ما رو به اونها میشناسن و اگر ازش فاصله بگیریم، عمر سیاسی ما پایان یافته است. این موضوعی که من فکر میکنم نسبت به سوالی که پرسیدین، مسیر آینده و گسترش این شعار رو مشخص خواهد کرد. بردیعی عزیز، خیلی سپاسگزارم از اینکه میهمان برنامه برابرانه بودی و همینجا میخوام ازت دعوت کنم که هفته آینده هم مهمان برنامه برابرانه باشی. تا ضمن اینکه به یک پرسش اساسی که در واقع این هست که پیوندهای آزادی خواهانه و برابری جویانه زنانه آیا میتونه برای زنان همراهی های تازه‌ای رو داشته باشه پاسخ بدی و ضمناً با هم برگردیم و 93 تا برنامه گذشته برابرانه رو نگاهی بندازیم و ببینیم برنامه‌های آینده برابرانه به چه صورتی ادامه خواهد یافت. We'll be right back.